همیشه در طول تاریخ آدمایی هستن که فراتر از عصر و زمان خودشون پیش میرن. قهرمانایی که طرز فکر و نگاهشون با بقیه متفاوته و شاید همین عامل جاودانگیشون بوده. تاریخ قصه های شنیدنی زیادی داره. ناگفته هم که جای خود. داستان مردی با اندیشه های متعالی. قهرمانی که برای نجات ملتش برخاست تا آینده‌ای درخشان برای سرزمینش رقم بزند. داستان برآمدن امیرکبیر به خودی خود داستان دلکش و گیرایی از حیث تاریخی. خیلی کلاسیک به نظر میرسه که یه بچه‌ای که فقیره و از لایه‌های فرودست اجتماع است بتونه فرصت این رو پیدا بکنه که به بزرگترین و مهمترین فرد یک مملکت تبدیل بشه. ما شما را صدر اعظم و امیر نظام مملکت اعلام میکنیم. ما شما را مسئول هر خوب و بدی میدانیم که در این مملکت اتفاق میفته. میرزا محمد تقی‌خان فراهانی، معروف به امیر کبیر، یکی از صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار بود که با درایت و حسن تدبیر خود تونست در مدت زمان کوتاهی اصلاحات چشمگیر و عمیقی رو در ایران به وجود بیاره. انقلابی که در یک دوره 3 ساله تأثیری ماندگار در حوزه‌های مختلف کشور به همراه داشت. امیر کبیر صدر اعظمی مسئول و دلسوز بود که تغییرات همه جانبه ای را در کشور پایه‌گذاری کرد. ایجاد امنیت و استقرار دولت، ایجاد کارخانه های اسلحه سازی، اصلاح امور قضایی، تأسیس چاپارخانه، نشر علوم و ترویج صنایع جدید، توسعه تجارت داخلی و خارجی و کوتاه کردن دست اجانب در امور کشور. امیر کبیر هسته اصلی توسعه در جامعه رو آموزش و پرورش میدونست. اونم به خاطر وجود منابع انسانی. برای همین در سال 1231 هجری شمسی این مدرسه رو بنا کرد. با مساحتی بیش از 7000 متر مربع، 50 کلاس و ظرفیتی حدود 1000 نفر این مدرسه تونست مقدمات رشد و پیشرفت رو برای جامعه ایران فراهم کنه. مدرسه دارالفنون نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن ایران به شمار میاد. در این مدرسه رشته های مختلفی تدریس می شد، مثل مهندسی، طب و جراحی، معدنشناسی، علوم طبیعی و داروسازی. در سال 1858 میلادی اولین گروه از دانش آموختگان آشنا با علوم و معارف جدید اروپایی پا به عرصه اجتماع گذاشتند و از اون به بعد فارغ التحصیلان دارالفنون همواره از تاثیرگذارترین افراد در فضای سیاسی و اجتماعی ایران بودند. مدرسه دارالفنون حق بزرگی به گردن ملت ایران داره. در طی این 64 سالی که از خدمتش میگذره این مدرسه در ضمن اینکه دانش آموزان و فرهیختگان و تاثیرگذاران فراوانی رو تربیت کرده، کارکردهای متفاوتی رو از خودش متناسب با نیاز جامعه از خودش بر جای گذاشته. مدرسه دارالفنون تا سال 1364 شمسی به فعالیت خودش ادامه داد و بعد از اون به عنوان مرکز تربیت معلم مورد بهره برداری قرار گرفت. هماکنون این مدرسه با همکاری سازمان میراث فرهنگی کشور در حال بازسازی و مرمته و به زودی به عنوان گنجینه و مرکز اسناد وزارت آموزش و پرورش مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. دارالفنون به همت امیرکبیر 20 سال قبل از دارالفنون توکیو و 3 سال پس از دارالفنون استانبول افتتاح میشه. امیر یک سال قبل از افتتاح این مجموعه از داوودخان ارمنی میخواد که به اروپا سفر بکنه و معلم‌ها رو از اونجا دعوت بکنه برای تدریس به ایران. درو
113 روز بعد از تأسیس دارالفنون، امیرکبیر به خاطر توطئه مخالفان و دسیسه بیگانگان از صدارت و دیگر مشاغل اداری و نظامیش برکنار شد. سپس به شهر کاشان تبعید شد و در حمام فین به دستور ناصرالدین شاه به قتل رسید. امیر کبیر رفت، اما میراثی که به جای گذاشت برای همیشه جاودان گشت. عشقی عظیم و الهام بخش به مردم و سرزمینش، عشقی که در تاریخ تنین انداز شد همچون نوری در تاریکی. در خوابهایت چه دیدی که اینطور بیقرار به تماشای این دریا نشستی؟ ماهی کوچک تنگ بلو، اینک رویاهایت بر آب میروند، همچون خودت میروند تا همه گندابهای جهان. کجایی میرزا طبیر خان؟ کجایی؟ اینک مرگ از راه رسیده است. هر کدوم از ما یه درک و تصوری از شخصیت‌های تاریخی داریم، اما وقتی یک هنرمند بخواد قصه زندگی اون شخص رو به تصویر بکشه، قطعا از زوایای جدید و جذابی به اون میپردازه. الانم قراره امیر کبیر رو از زاویه دیده یک کارگردان تئاتر ببینیم. میخوام فریاد بزنم مثل بچه‌ای که تنها بوده، مثل بچه‌ای که تنهاش گذاشته. نمایش من از دید دلاکی هست که شاهد این قتل بوده، چون وقتی میرزا تقی‌خان رو میکشند خبر قتلش منتشر نمیشه، بلکه به دروغ منتشر میکنند که به بیماری ذات‌الریه مرده. من یه فرض بر این گذاشتم که این دلاکی که تنها شاهد و وفادار به میرزا تقی‌خانه، بعد از سالها که از مرگ میرزا تقی‌خان میگذره و در حمام همچنان به شغل دلاکی خودش ادامه میده، دائم در کابوس و خیال و وهم مرگ امیر کبیر. میرزا تقی‌خان رو کشتن، بارک‌های بریده، دو خط باری که خون سرخ سرخ که هنوز می‌جوشه. در این نمایش دکتر علی رفیعی، کارگردان به نام تئاتر و سینمای ایران، تاریخ رو همچون آینه‌ای در برابر نسل امروز میذاره تا بحران‌های زمانه خودش رو منعکس بکنه. پاسخی برای پرسش‌های همیشگی از گذشته تا به امروز. میرزا تقی‌خان اول احساس میکنه که شاید شاه باید اصلاح بشه تا این اصلاحات صورت بگیره، اما در آخر امیدش به مردم هست که مردم باید اصلاح بشن، ولی در نهایت امید زیادی که این به این مردم داشت به ناامیدی تبدیل میشه. تو با مردم اشتباهی اومدیم، این مردم به دردت نمیخورن، اینقدرم از مردم بزن. امیدم و امید نکن جاودان، امیدم و امید نکن. ضعف تراژیک این مرد شاید خوشبینی بیش از حد به مردم سرزمینش بود. این مردمی که من میشناسم تو خیال با شما، اما در عمل ضد شما.
ما نباشیم کی به درد مردم میرسه؟ این مردم احتیاجی به قهرمان ندارن. در انتهای نمایش به یک بار قاتلین وارد میشند. میرزا تقی خانی وجود نداره، بلکه فقط دلاکه که اونجاست. قصه ها چیه که تنفیده این امیدی؟ مردم از همه جا بی خبر به سلطنت و دربار بدبین میکنی. من که حرفی ندادم، کاری نکردم. از کدوم خونه به ناحق ریخته حرف میزنی؟ من جز حقیقت چیزی نگفتم. کدوم حقیقت؟ و این هم فقط اومدن به قصد کشتن دلاک، چون دلاک دروغ تاریخ رو فاش میکنه. همه ی خاطره ها پاک، خونه های ریخته شده شسته میشن. من دیدم، هنوز فرق میبینم، دست های خونه ها اگه چون این خواجه نکاریست خود. کاه نبودو که به بادی پرید، آب نبودو که به سرما فسرد، گنج زری بود در این خاکدان. هدالزگی، برنامه ایران، شبکه مستند سیما.